سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امروز دوشنبه 15 خرداد ماه در 844مین شماره خبرای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. پیشنهاد وسوسه انگیز برای گل محمدی، یک تیم قطری به دنبال جذب یحیی. خبر ورزشی مدعی شد که یحیی گل محمدی احتمال داره فصل آینده به عنوان سرمربی در لیگ ستارگان قطر فعالیت کنه. طبق آخرین اخبار یک تیم قطری در لیگ ستارگان خواهان همکاری با یحیی گل محمدیه. گل محمدی در پرسپولیس موفق شده 3 قهرمانی لیگ برتر، 1 جام حذفی و 2 سوپرجام کسب کنه. پایان کار کاپیتان سابق استقلال در قطر. نشریه الرایه قطر خبر داد امید ابراهیمی، هافبک 36 ساله ایرانی الوکره، تنها لژیونریه که در پایان فصل از این تیم رفتنیه و قراردادش با الوکره به پایان رسیده. ابراهیمی پیش از الوکره 3 فصل برای الاهلی قطر بازی کرد و نمایش خوبی در این باشگاه داشت. قابل ذکر که از باشگاه استقلال به عنوان تیم آینده ابراهیمی نام برده میشه. واکنش تراکتور به احتمال جدایی صفاهادی. باشگاه تراکتور با انتشار یک توییت نسبت به پیشنهاد نیروی هوایی عراق به صفاهادی واکنش نشون داد. طبق نظر تراکتور، هادی به دلیل تمدید قرارداد با این باشگاه نمیتونه به تیم‌های آسیایی بره و در صورت داشتن پیشنهاد خارجی فقط امکان انتقالش به باشگاه‌های اروپایی وجود داره. مهاجم بریتانیایی گزینه پرسپولیس برای خط حمله. گفته میشه دکلان مکمانوس آقای گل لیگ ولز به باشگاه پرسپولیس معرفی شده. مکمانوس در 37 بازی به صورت کلی برای تیم نیو سینس ولز 33 گل زده و آمار فوق‌العاده‌ای رو در تیم خودش ثبت کرده. این بازیکن 28 ساله و 180 سانتی‌متری به عنوان جانشین دیاباته به باشگاه پرسپولیس معرفی شده. پیشنهاد 40 میلیاردی تیم لیگ برتری به ستاره استقلال. خبر ورزشی مدعی شد که مدافع ملی پوش استقلال با یک پیشنهاد بسیار سنگین مواجه شده. گویا یک تیم مطرح برای یک فصل به ابوالفضل جلالی پیشنهادی 40 میلیاردی داده که رقم بالایی به حساب میاد. گفتنی مربی این تیم به شدت به جذب جلالی علاقه‌منده و به مدیرای این باشگاه اعلام کرده هر طور شده این بازیکن رو جذب کنند.